روز گذشته مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب هم در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد موضوعی که با واکنش ها و حواشی زیادی همراه بود نوشین خانی همکار هم جز تا به واکنش کاربران در شبکه های اجتماعی بپردازیم می نوشین میدونیم که در سطح جامعه خیلی توجهی به موضوع انتخابات نمیشه یک دل سردی وجود داره اما کماکان در شبکه های اجتماعی واکنش را داریم میبینیم به خصوص به کاندیداتوری مصطفی تاجزاده دقیقاً همونطور که تو گفتی خب ثبت نام مصطفی تاجزاده در شبکه اجتماعی حضور او و بیانیش در وزارت کشور واکنش های زیادی از طرف کاربران در شبکه اجتماعی داشته یکی از موضوعایی که کاربرها بهش اشاره میکنن اینه که میگن اصلا فرقی نمیکنه که تاجزاده داده ثبت نام کرده یا نکرده در هر صورت رد صلاحیت میشه یک نکته دیگه ای که کاربرها دربارهش صحبت میکنن اینه که صدا و سیما هیچ تصویری از حضور تاجزاده در وزارت کشور نشون نداده جزئیات بیشتر واکنش که انتخاب کردم تو این بخش مرور مصطفی تاجزاده سیاستمدار اصلاح طلب برای ریاست جمهوری ثبت نام کرد او گفت نامزد شده تا رویای عدالت و آزادی رو زنده نگه داره با حجاب اجباری آمریکا ستیزی و روسیه دوستی مخالفه حضور او در وزارت کشور و بیانیه ثبت نامش واکنش کاربران در شبکه های اجتماعی رو هم به همراه داشته حسین رزاق نوشته تاجزاده از رویای آزادی و عدالت گفت رویای مردم و کابوس دیکتاتورها من حتی با تایید صلاحیت او هم رأی نمیدم اما برای همین چند روزی که خواب استبداد را شفته کرد برام محترمه خیلی از کاربرها معتقدند ثبت نام تاجزاده برای انتخابات حرکت خوبیه و زمین ساز تغییر اما مطمئن هستند که او رد صلاحیت میشه کاربری میگه بی و بدتر از اون حمله ور شدن به تاجزاده در انتخاباتی که به احتمال بسیار زیاد تاجزاده در اون از همین الان رد صلاحیت میشه از اشتباهات ویرانگر و مهلک جامعه ایرانی و فعالان سیاسیه نفس وجود و حضور صدای تاجزاده زمین ساز تغییره این کاربر در انتها میگه خودتون به مقصد خودتون شلیک نکنید مهدی محمودیان روزنامه نگار اصلاح طلب خطاب به تاجزاده نوشته آقای تاجزاده من رأی نخواهم داد چون مستبدان اقتداگرا رأی من رو زینتی برای خودشون میکنن و باز رویاه رو به کابوس تبدیل میکنن و من خسته تر از اونم که دوباره شروع کنم اما از شما تشکر میکنم که رویاه رو فریاد زدین و بعد از سالها زندگی در کابوس دوباره رویاه رو شنیدم یه کاربر هم میگه کسی که چهل و سال ظلم، فساد، اختلاس، اعدام و تجاوز به زندانی ها رو دیده و باز صحبت از اصلاحات میکنه یا احمقه یا مردم رو احمق فرض کرده. گروهی از کاربرها به این نکته اشاره می که صدا و سیما هیچ تصویری از تاجزاده و حضور او برای ثبت نام در وزارت کشور نشون نداده. محمد علی باقری مدیر کل سیاسی وزارت کشور نوشته صدا و سیما که ثبت نام هر سردار درجه چندم و وزیر و نماینده مجلس سابق و گمنامی رو به شکل زنده پوشش میده هیچ اشاره ای به ثبت نام مصطفی تاجزاده نکرد و وحید هرابادی روحانی منتقد میگه سال 96 پرسش نگم بقایی رو و فیلتر ثبت نام حمید بقایی سر صدا کرد الان هم صدا و گویا خبر ثبت نام مصطفی تاجزاده رو پخش نکرده از چی میترسیم واقعا ثبت نامم ترسناک براتون یک کاربر با اشاره به ثبت نام تاجزاده احمدی نژاد محمود صادقی و متحری میگه همه میدونن که رد صلاحیت میشن هدفشون هم زیر سال بردن و تحریم انتخابات انتخابات 1400 مانند 88 با یه عامل یا دو عامل فتنه روبرو نیستیم این بار یه تیم برای تخریب چهره نظام جمهوری اسلامی به خط شده البته یک تیم بازنده و در نهایت کاربری نوشته راهنمای من برای انتخاب کاندیدات های اصله ژانر کمدی احمدی نژاد ژانر تخیلی تاج داده ژانر ترسناک رئیسی ژانر دراما محسن هاشمی ژانر فیلم نوار سعید محمد ژانر کلاسیک جهانگیری و ژانر جنایی رستم قاسمی